بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکات. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. اما طوری که میدانید از بیشتر از دو ماه به این طرف جنگ شدیدی بر علیه مسلمانان و مردم مظلوم و ستم دیده غزه در جریان است که طوری که در برنامه‌های قبلی ذکر کردیم، این جنگ سبب شد که خیلی از نقاب‌ها از چهره‌ها بیفتد و خیلی از دروغ‌ها و شعارهای باطلی که به نام حقوق انسان، حقوق بشر در سراسر کشورهای دنیا میدادند، دین انسانیت درست کرده بودند که انسانیت است و حقوق انسان است و حقوق حیوان است، همه این دروغ ها و همه این توطئه هایی که دشمنان اسلام به وسیله آن مسلمان ها و انسان ها را در طی بیشتر از یک قرن فریب دادن را برملا کرد. همچنین جنگ غزه سبب شد که صهیونیست های غیر اسرائیلی هم شناخته شوند، صهیونیست های شیعه، صهیونیست های سنی، صهیونیست های عرب، صهیونیست های عجم و چهره های منافقین آشکار شود. یکی از مسائلی که متاسفانه در بعضی از مجالس میبینیم که زمزمه می کنن این است که گویا این جنگ هیچ فایده‌ای به حال مسلمان ها نداشته است و حماس یا فلسطینی هایی که در غزه مشغول جهاد علیه صهیونیست ها هستند، مسلمان ها را در تهلکه انداختن، سبب خراب شدن و کشته شدن هزاران نفر شدن. چرا اصلا این جنگ رو اینها شروع کردن؟ ادعی هم با دلسوزی به نام دین میان میگوین که مادامی که ضعیف هستید، مادامی که قدرت ندارید، مادامی که توانایی ایستادن در مقابل دشمن رو ندارید، چرا این جنگ رو شروع کردید؟ یا اصلا چرا مسلمانان وقتی که قدرت و نیرو ندارن در مقابل یهود و نصارا جهاد میکنن، به پا میخیزن، ساکت بنشینن، آرام بنشینن، قبول بکنن و سر تسلیم فرو بیارن؟ خیلی اینطوری فکر میکنن. بعضی هم میگن که بله، این توطئه آمریکا و اسرائیل است و حماس و اینها نوکران اسرائیل و آمریکا هستند و به خاطر اونها این جنگ رو به راه انداختن. هر کس به نوبه خودش یک تحلیلی از این جنگ دارد. علی کل حال این جنگ خیلی از حقایق رو برای ما آشکار کرد. یک سخنی که من در برنامه قبلی هم ذکر کردم این است که نصر و پیروزی از جانب الله سبحانه و تعالی است. این اصل رو باید همه ما مسلمانان به آن ایمان داشته باشیم و یقین داشته باشیم که نصر و پیروزی از جانب الله سبحانه و تعالی است. دوم این که نصر و پیروزی امکان دارد با خراب شدن شهر، کشور، با کشته شدن هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار به دست بیاید. هیچ مقاومتی، هیچ حرکت استقلال طلبی در دنیا بدون جنگ، بدون مبارزه در مقابل دشمنی که با جنگ و با مبارزه به سراغ شما آمده باشد، امکان ندارد که پیروز شود. در بعضی جاها، شاید بعضی کشورها رو مثلا مانند هند مردم مثال بیارن که مثلا گاندی یا محمد علی جناح اینا بدون جنگ و خونریزی توانستن که استقلال رو بگیرن. اولا که بدون جنگ و خونریزی نبوده، سالهای سال مقاومت بر علیه
استعمارگران انگلیسی وجود داشته. ثانیاً بعد از اینکه خود استعمارگران دیدن که فایده‌ای نداره و سالهای سال هر آنچه از خیراتی که در این کشورها بود دزدیدند و بردند و فرصتشان به پایان رسیده بود، آمدن یک دسیسه‌ای درست کردند و قدرت را تسلیم دادن به دست نوکران خودشان، که در اصل همون خدمتی رو که خودشان برای خودشان نمی توانستند در این کشورها انجام دهند، نوکرانشان، مزدورانشان انجام دادن. در لابلای همه این نظرات و سخنها و تحلیلها و تجزیه هایی که صورت گرفت، جالبترینش موقف جماعت مدخلی بود. جماعت مدخلی که خودشان را پیروان ربیع بن عادل مدخلی و محمد امان جامی می دانند و قبلا ما در مورد اینها برنامه هایی داشتیم، و این جماعت خودشان را سلفی می دانند، منصوب به حرکت سلفیت می دانند. وابستگان به این فکر هم در گوشه و کنار دنیا تحلیلاتی داشتند، صحبتهایی داشتند و عرفهایی داشتند در مورد غزه. جالب بود که همه منصوبین به این فکر، به فکر مدخلی، حماس را ملامت می کردند و اینکه چرا این جنگ را به راه انداختند و چرا بر علیه ولی امرشان که نتنیاهو باشد، چون که در نظر اونها هر کسی که در یک کشوری حاکم شد، حالا هر فاسقی، فاجری، کافری، مسلمانی، گبری، ترسایی، ولی امر است، اطاعتش واجب است. مادامی که شما پرچمی ندارید و امیری ندارید و کسی نیست که در زیر لوای او جنگ بکنید، جهاد بکنید، ساکت بشینید، برید بیعت بکنید، بخورید و بخوابید و بیاشامید، مانند حیوانات زندگی بکنید. در مورد فکر این گروه ما بارها صحبت کردیم که اولا چرا این عنوان برنامه رو گذاشتیم سرطان سلفیت. هر انسان سالمی امکان دارد مبتلا به یک بیماری شود، حتی امکان دارد که یک انسان سالم مبتلا به بیماری سرطان شود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از شر بیماری ها حفظ کند. و هر شی سالمی امکان دارد که دچار آفت و دچار مصیبت شود. مصیبت حرکت مبارک سلفیت یا اتباع از قرآن و سنت همین گروه مدخلی است. سرطان حرکت سلفیت همین گروه مدخلی است. این گروه همونطوری که می‌دانید ما در طول تاریخ قبل از اسلام، در زمان پیامبران گذشته و در اسلام هم در طول 1400 سال کسانی بودند که به عنوان عالم دین در دربار ظالمین و ستمگران قرار می گرفتند و اعمال و کردار و جنایت‌های اونها را توجیه می کردند. الله سبحانه و تعالی هم در قرآن کریم بدترین مثال‌ها را در مورد آنها می زند و مثل هم که مثل الکلب، آنها مانند سگ ها هستند، مثل هم که مثل الحمار، مانند خر هستند، مانند الاغ، چارپای هستند، که علم دارند، کتاب خواندند، عالم دین هستند، ولیکن این علمی که اینها دارند و این کتاب هایی رو که اینها خواندند، تألیفات و حفظ و هزار یک علمی که اینها با خود دارند، مانند باری میماند که شما بر پشت یک الاغی حمل بکنید. حالا این بار اگر کتاب باشد برای الاغ فرق نمی کند، کاه باشد، سنگ باشد، خاک باشد، الاغ وظیفه‌اش این است که این رو ببرد، به مقصد برساند. عده‌ای از علما هم در توجیه جنایت جنایتکاران و در خوشخدمتی به
تواقید مانند بلاغ عمل می کنند. علمشان، علم قرآن، علم حدیث، همه اینها مانند یک باری است که اینها بر پشت خود دارند و هیچ نفع و ضرری از این بار به اینها نمی رسد، غیر از اینکه این بار رو در خدمت سلاطین و در خدمت تواقید استفاده بکنند. محمد امان جامی و ربیع بن حاد المدخلی از جمله سران این فکر در زمان معاصر هستند. کسان دیگری هم بعد از اونها آمدن که قابل ذکر نیستن، مانند عبدالعزیز الرئیس و سلیمان الرحیلی و غیره، که حتی خود اینها در بین خودشان درگیر هستند. در مصر مثلا خطیب مشهورشان رسلان و در لیبی، و متاسفانه که این فکر در بین اهل سنت فارسی زبان هم رواج پیدا کرد. در بین تاجیک ها عده زیادی به این فکر گرویدن، در بین اهل سنت ایران، خاصاً در مناطق جنوب ایران، در مناطق کردستان بعضیا دارای این فکر شدن، تعداد خیلی اندکی هم در بلوچستان و در خراسان و در افغانستان هم که خیلی کم رنگ است این فکر، اما وجود داشتن کسانی که این فکر رو داشتن و از این فکر پیروی می کردن. این فکر مانند یک سرطانی است که در وجود سلفیت ریشه دوانده است، مانند یک سرطان کشنده‌ای که جلوی پیشرفت و نشر و پخش این دعوت مبارک و توحیدی را گرفته است. چون که سلفیت یک فکر قرآنی و یک فکر نبوی است، سلفیت یک منهج است، سلفیت یک مذهب نیست، سلفیت یک حزب سیاسی نیست، سلفیت یک مکتب فقهی نیست. فکر سلفیت برگرفته شده از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما این گروه مدخلی با این فکر مانند یک غده سرطانی در پیکره سلفیت رشد کردن و روز به روز دارن ریشه می دوانند تا آن اهداف شومی را که در از بین بردن و اسکات این فکر و این منهج مبارک دشمنان اسلام نتوانستن به آن برسن، به وسیله اینها این دعوت مبارک را بدنام بکنن و این حرکت را سست بکنن، خاموش بکنن و تبدیل بکنن به یک حرکت جامد، بی حرکت، در خدمت تواقید و برای اهداف استخباراتی کشورهای کفری و منافقان از این فکر استفاده بکنن. این فکر وقتی رشد کرد که بعد از جنگ، در انگام جنگ خلیج دوم بود، موقعی که کویت اشغال شد و برای توجیه ادخال نیروهای صلیبی در جزیره العرب، این فکر آمد وارد میدان شد و کلن دعوت به اطاعت مطلق از ولی امر بود که اگر ولی امر هر کاری بکند، هر فرمانی بدهد، هر دستوری بدهد، باید از او اطاعت شود و کسی حق اعتراض ندارد. ولی امر می داند، شما نمی دانید. دلیلشان هم اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم. و به خاطر پخش و نشر این دعوت که خب طبعا برای سیاست های بعضی کشورها فکر خوبی بود، دقیقا همون کاری که بلعم باورا می کرد در زمان فرعون. بلعم باورا یک عالم دین بود، او در خدمت فرعون بود و هر کاری رو که فرعون میکرد میومد توجیه میکرد. مردم به مردم میگفت خب ببینید مردم، خداوند به فرعون ملک داده، پادشاهی داده، قدرت داده، به شما نداده، شما رعیت هستید، سکوت بکنید، مدارا بکنید، خاص خدا بوده، خدا به هر کس بخواهد ملک میدهد، پادشاهی میدهد، به هر کس بخواهد نمیدهد. جنایت های فرعون رو میومد توجیه میکرد. دقیقا همین کار رو آمدن این
اصحاب این فکر انجام دادن. مثلا اگر در کشورهای پادشاهی زندگی می کردن، من نمونه ای از افکار اینها رو خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم. این کتابی است به نام حقیقت دموکراتیه و انها لیست من الاسلام، از محمد امان بن علی الجامی. این به اصطلاح میشه گفت مؤسس فکر مدخلیت جدید است معاصر. این شخص در یکی از صفحات کتاب خود، در صفحه 39 در کتاب حقیقت دموکراتیه، در اینجا میاد میگه که فتاغوت هذا النوع في وقتنا الحاضر واحد، طواغیت در وقت ما که از همه یکی است، ولكنه يحمل القابا كثيره، ولكن لقب های گوناگون دارد، و هو شيء واحد في حقيقته، در حالی که طاغوت شيء واحد است، تعددت الاسباب والموت واحد، سبب های گوناگون وجود داشت اما همه اینا منجر چی شد؟ به مرگ می شود. یعنی اسم های مختلف وجود دارد اما همه اینها طاغوت هستند. و هو حاکم یحکم بغیر ما انزل الله فیطاع، حاکمی که غیر ما انزل الله حکم بکند تا که از هو اطاعت شود، او کاهن یا کاهن، او سلطتون تشریعیه یا یک قوه مقننه باشد، ماننده تسمى پارلمانن یا اینکه پارلمان باشد. یعنی پارلمان طاغوت است، کفر است، حاکمی که به غیر ما انزل الله حکم بکنه کافر است، او مجلس شعب یا مجلس شورا یا لوی جرگه یا به اصطلاح مجلس مردمی، او مجلس الامه یا مجلس امت، او قوانین مستورده یا قوانینی که به اصطلاح استیراد شده است از خارج، یستوردها زعیم یؤمن بالحیات البرلمانیه، که یک رهبری که به زندگی پارلمانی اعتقاد داشته باشد این را از خارج وارد بکند، او قوانین محلیه وطنیه یا قوانین داخلی و ملی، و نحن لا نفرق، ما میگه فرقی نمیگذاریم بین اینها، کما کررنا غیر مره، مانند این که بارها تکرار کردیم، بین الکفر المستورد و بین الکفر المحلی، بین کفر وارداتی و کفر داخلی هیچ فرقی نداریم، همه کافرن. و مرد کل ذلك اصل واحد، و برگشت همه اینها به یک اصل است و او تحکیم غیر الله، که حکم غیر الله در یک جامعه حاکم باشد، و تلقی عن غیره، و از غیر الله انسان دین خود را بگیرد، و عدم رضا به شرع الله، و رضایت به شرع شریعت الله سبحانه و تعالی نداشته باشد. این سخنان را در باب شرک میاره که شرک طاع و الاتباع، اینجا توجه بکنید، شرک طاع و الاتباع. این سخنان را محمد امان جامی در وقتی میگه که خب در کشوری بود که در اونجا یک سلطه پادشاهی مطلق است، به خاطر اینکه ملت اونجا رو قانع بکنه که این حکومت یک حکومت 100% اسلامی و شرعی است، میاد پارلمان و جمهوری و انتخابات و قوانین مدنی و همه اینها رو چیکار میکنه؟ تکفیر میکنه. این فکر به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی یا به خاطر تحکیم شرع الله سبحانه و تعالی نبود. تکفیر کردن جزء بزرگی از امت اسلامی که حالا پارلمان دارن یا مجلس شورا دارن یا مجلس ملی دارن یا مجلس یا لوی جرگه و فلان دارن، همه اینها رو یک سره تکفیر کردن به این شکل و طاغوت خواندن، این یک حرکت تکفیری بزرگی رو در بین سلفیت ایجاد کرد که منتهی شد به داعش، چون دو فکر در داخل سلفیت ایجاد کردید. یکی فکر این بود که این کسی که در حکم هست اگر زنا می کند، اگر شراب می خورد، اگر فسق و فجور می کند، اگر به غیر ما انزل الله حکم می کند، اگر هر کاری می کند، این ولی امر است، باید از این اطاعت کرد.
و چون در منهج اینها به خاطر اینکه چون بیشتر در کشورهای زندگی میکردن این فکر اصحاب فکر مدخلی کشورهایی بودن که نظام جمهوری و دموکراسی و فلان و اینها نبود، با وجود ملاحظاتی که بر روی این نظام ها وجود دارد، به خاطر اینکه یک وجه شرعی بدن به این حکومت ها، هر حرکتی که سیاسی، حزبی، پارلمانی، انتخابات و غیره بود، همه اینها رو اومدن تکفیر کردن. پس یک فکر تکفیری از داخل مدخلیت ایجاد شد. آیست آیست از اینها فاصله گرفتن. جماعتی که ظلم و جور و ستم رو در کشورهای اسلامی می دیدن، این فکر رو پسندیدن. آیست آیست این فکر شد، تبدیل شد به یک حرکتی به نام داعش که همه رو از دم تکفیر کردن. چه پارلمان بود، چه پادشاهی بود، چه جمهوری بود، چه عامه مردم بودن، چه علما بودن، همه رو تکفیر کردن. نتیجهش هم دیدیم که در عراق، در سوریه، در افغانستان داریم میبینیم که علما رو میکشن فقط به خاطر چی؟ آه این مرتد شده. چرا مرتد شده؟ چون در از حکومت مرتد طرفداری کرده. کدام حکومت مرتد؟ حکومت مرتد مثلا طالبا. برادر اینا که طالبن، اینا که ادعای شریعت میکنن، نه نه نه، اینا چون که با آمریکا قرارداد بستن و قرارداد صلح را امضا کردن، به خاطر این مرتد شدن. خب این حکومت های جمهوری و پارلمانی همه اینها کافر هستن. این دو تا فکر طبعا هر عملی یک عکس العمل دارد، هر اکشنی به قول معروف یک ریاکشن دارد. این حرکت و این فکر که طاعت مطلق از ولی امر، هرچی که گفت باید بدون چرا و چرا قبول بکنی و غیر این ولی امر همه باطل هستند، این فکر سبب شد که از داخلش یک فکری بر علیه این فکر ایجاد شود، یک عکس العملی باشد بر علیه این فکر که تبدیل شد به اقصا افراد و اقصا تفرید، هم تفرید هم افراد. و این افراد و تفرید سبب شد که دو غده سرطانی در پیکره این فکر و این منهج ایجاد شود، در پیکر منهج قرآنی و نبوی سلفیت. فکر سلفیت، منهج سلفیت، پیروی از قرآن کریم، از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و از سلف صالح امت. سلف صالح امت یعنی پیشینیان نیک امت، و این پیشینیان نیک امت ائمه مذاهب اربعه رو در بر میگیره، علما رو در بر میگیره، محدثین، مفسرین، تابعین، صحابه، همه رو در بر میگیره. فکر سلفیت و منهج سلفیت یک حرکت انقلابی بود در داخل مذاهب اسلامی. به خاطر چی؟ به خاطر زنده کردن دوباره اسلام و برگشت دوباره به اصل، برگشت دوباره به قرآن و سنت. و علمای بزرگی که بعداً حالا در این زمان اونها رو منسوب میدانن به فکر، به این خط و به این فکر، مانند ابن تیمیه رحمت الله علیه، ابن قیم، ابن الجوزی الی آخری، که علمای بزرگی بودن در دوران معاصرم که این فکر رو نشر دادن و پخش دادن. این فکر در دیوبند بود، در مدارس پاکستان بود، در افغانستان بود، در عراق، در کشورهای مختلف انسان‌های بزرگی بودند که علما که از این فکر متاثر شدند و دوباره یک ندایی و فریادی بود برای برگشتن به اصل، برگشتن به قرآن و سنت. چون تقریبا چیزی در حدود 200 سال، یعنی بگیم 100 سال اخیر خلافت عثمانی و 100 سال بعد از سقوط خلافت عثمانی، تقریبا همه کشورهای اسلامی به شکلی از اشکال تحت سلطه و استعمار کفار قرار گرفته بود. و متاسفانه در هر کشوری ما می دیدیم که تعداد زیادی از علمایی بودند که
توجیه میکردن، استعمار رو توجیه میکردن، اشغال رو توجیه میکردن. و این حرکت بر علیه این فکر جامد و بر علیه این جمود فکری که ایجاد شده بود در بین مسلمانان به پا خواست، البته حرکت معاصر رو میگم، تا که دوباره یک تجدیدی رو در دین مبین اسلام ایجاد بکنه. و این فکر یک فکر انقلابی بود، یک فکر تغییر بود، یک فکری بود که هدفش از بین بردن جمود، از بین بردن پیروی از هوا و هوس، هدفش برگشتاندن امت به قرآن و سنت بعد از انعرافاتی که فکری، فقهی الی آخرهی صورت گرفته بود. می توانیم از مفسرین بزرگی که این فکر رو ترویج دادن، ابن کثیر رو نام ببریم، قرطبی رو نام ببریم. شاید بعضیا بگن خب اینا شافعی بودن، حنبلی بودن، نمیدونم مالکی بودن، فلان بودن. من همونطوری که گفتم سلفیت یک مذهب نیست. امکانه که حنفی باشه اما سلفی باشه، شافعی باشه سلفی باشه، مالکی باشه سلفی باشه، حنبلی باشه سلفی باشه. چون این سلفیت یک مذهب نیست، یک مکتب فقهی نیست، این یک فکر است، یک منهج است و شعارش هم پیروی از قرآن و سنت است. و متاسفانه این غده های سرطانی آمدند و در پیکر این حرکت ناب اسلامی برای بدنام کردن این فکر، برای بدنام کردن این منهج. امروز ببینید در استعمار در هر گوشه دنیا با این فکر مبارزه میکنه. تواقی در هر کشوری ببینید با این فکر مبارزه میکنه. به خاطر چی؟ چون این یک فکر مجدد است، این یک فکر زنده کردن قرآن و سنت است در جامعه. فکری است که هدف آن بستن دکانهایی است که به خاطر به نام دین ساخته شده، به نام مذهب ساخته شده. و فرق نمی کنه که طرف حالا منصوب به فلان مکتب فقهی باشه اما دارای فکر سلفی باشه، فکر اهل حدیث باشه. و اینم که بعضیا فکر میکنن که والله طرف وقتی که سلفی شد، اهل حدیث شد، دشمن مذاهب است، این هم یک افسانه دیگری است که درست کردن. هیچ سلفی واقعی، هیچ سلفی حقیقی دشمن مذاهب نیست. در حالی که اون وقتی سلفی میشه که امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رو از جمله سلف صالح خودش بدانه، ادب و اخلاق رو با علما و با بزرگان دین مراعات بکنه. آنی که بلند میشه بر علیه رؤسای مذاهب، بر علیه بزرگان دین بدگویی میکنه، سلفی نیست. من بیشتر ترجیح میدم به اونا بگم علفی تا سلفی. و متاسفانه این غده سرطانی مدخلیت هم در وجود سلفیت به وجود آمد تا که این فکر رو بدنام بکنه، این حرکت رو ضربه بزنه، این منهج پاک و نبوی رو آلوده بکنه. و جنگ غزه هم چهره واقعی خیلی از اینها رو آشکار کرد، مواقفشان، صحبتهاشون و موضع‌گیری‌هاشون در قضیه غزه سبب شد که چهره واقعی خیلی از اینها برای امت اسلامی آشکار شود. من کلیپی رو از یکی از صاحبان این فکر و این منهج در اینجا دارم که خدمت شما عزیزان پخش می کنم. دوستان عزیز این رو ببینید و دقت بکنید به ترجمه این کلیپ که این شخص، یکی از مبلغین مدخلیت، چی میگه. یا ابا عبیده جاهد بالسنن ان كنت صادقا اعظم من الجهاد بالسيوف رساله لك ابا عبيده رساله لك جاهد بالسنن جاهد بالسنن يا ابا عبيده فانه اعظم من الجهاد بالسيوف يا ابا عبيده ابن القيم يقول والجهاد بتبليغ السهام الى رقاب العدو يحسنه كل احد
وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت عالما وتخالف فارجع. يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، يا أبا عبيدة ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد، علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك ومن نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يمتن على التوحيد وعلى السنة، علمهن ذلك كما علم الصحابة العالم كله. لقد كان فتحا للقلوب وليس للبلدان، لقد كان فتحا بالإسلام لا بغيره من الأوطان. بله، جالب است. یعنی انسان وقتی که بی حیا باشد، این یک نمونش است. یک نمونه انسان بی حیا این است. یک نمونه مثل الحمار یحمل اسفارا این است. یک نمونه مثل هم که مثل الکلب این است که در قرآن کریم بیان می کند. ای ابو عبیده میگه تو با سنت جهاد بکن. من نمیدونم اینا در کجا زندگی میکنن، در مریخ زندگی میکنن، در مشتری، در زحل، در کجا زندگی میکنن؟ منطقه غزه بیشترین حافظین قرآن کریم رو در بین کشورهای عربی داره. سالانه هزاران نفر از مدارس قرآنی در غزه حافظ قرآن فارغ میشن. اکثر کسانی که در عملیات 7 اکتبر شرکت داشتن حافظین قرآن بودن. در بدترین شرایط جنگی و بمباران دیدیم که زنان غزه، کودکان غزه، یک کلمه از زبان یکی از آنها بر علیه حماس و بر علیه مجاهدین شنیده نشده. یکی از آنها نگفتن که چرا این بلا را سر ما آوردید؟ چرا خواهران ما، برادران ما، پدران ما را کشتید؟ چرا سبب شدید که دشمن به ما حمله بکنه؟ میبینیم که طرف پدرش رو، برادرش رو، خواهرش رو، مادرش رو از دست داده، کودک 7-8 ساله، دلداری میده به عموش، میگه گریه نکن عمو، میگه اینها در جنت هستن، شهید شدن. بعد این بلند میشه میگه که ای ابو عبیده تو مردم غزه رو بهشون سنت یاد بده. کدوم سنت؟ سنت ربیع بن هاد المدخلی یا سنت محمد ابن عمان جامی؟ سنت کی رو بهشون یاد بده؟ یا سنت تو رو که در زیر کولر در بستر نرم و گرم نشستی، از اونجا میگی که باید مردم غزه توحید رو یاد بگیرن؟ والله مردم غزه توحید رو بیشتر از تو بلدن. کودکان غزه، کودکان 4-5 ساله غزه توحید رو بیشتر از تو میدانن. فهم توحیدی نیست آنچه که شما در کتاب هاتون صبح تا شام قلقله بکنید. توحید این است که انسان در زندگی عملی خود ایمان به الله سبحانه و تعالی رو اعتقاد داشته باشه و اجرا بکنه. به قول یک استادی که میگه من 20-25 سال درس عقیده داده بودم در یکی از دانشگاه یکی از کشورهای اسلامی، بگه در زمان جهاد افغانستان رفتم، هواپیما که برای بمباران آمد رفتم زیر یک درخت پنهان شدم، دست و پا میلرزید. دیدم جوانای افغان رو دیدم که با کلاشینکوف با سلاحهای سبک دارن به طرف هواپیمایی که حالا چند هزار متر دور است از اونها شلیک میکنن. هیچ کدومشون پنهان نشدن، همه روی میدان. بگه با خودم فکر کردم تو 25 سال درس عقیده دادی به مردم، تو باید خودت بری درس عقیده بخوانی. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در میدان جنگ در مقابل دشمن می ایستادن، می جنگیدن. نمی گفتن بالا ما کم هستیم یا زیاد هستیم، چون معیار پیروزی در دین مبین اسلام با تعداد کشته ها و زخمی ها و خرابی و اینا سنجیده نمیشه. اگر مثل این
علمای درباری می بودن، در زمان جنگ احد پیامبر صلی الله علیه و سلم را علیاذ بالله تکفیر می کردن، محکوم می کردن که ای محمد تو چرا تا از خونه خارج شدی، از مدینه خارج شدی، اصحابت رو به کشتن دادی، بیچاره حمزه رو ببینید تیک پاره شد، بیچاره عبدالله ابن جحش رو ببینید، بیچاره مصعب ابن عمیر رو ببینید، تو این جوانهای رعنا رو به کشتن دادی، 72 نفر از بهترین صحابه رو به کشتن دادی، ای محمد تو چرا این کارو کردی؟ می نشستی تو خونه؟ حالا قبول می کردی؟ مشرکین می مدن چی می گفتن؟ پول می خواستن، جزیه می خواستن، قبول می کردی؟ حکم ابو سفیان رو قبول می کردی؟ مگه ابو سفیان چی می خواست؟ ابو سفیان گفته بودن امیه ابن خلاف، ابو سفیان، عتبه، شیبه، ربیع آمدن پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم چی گفتن؟ یا محمد ما زن می خواهی بهت زن می دیم، پادشاهی می خواهی تو رو پادشاه خودمون قرار می دیم، پول می خواهی هر چه دارایی داریم در خدمتت، ول کن دست وردار از این دعوتت. اگر این مدخلی ها می بودن می بودن ولی امر است، ولی امر اطاعتش واجب است، حضرت ابو سفیان ولی امر است. البته وقتی من دارم در این مورد صحبت می کنم، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه قبل از اسلام، بعد از اسلام یک مسلمان خوب و یکی از اصحاب پیامبر شد. اگر اینا می بودن می گفتن که باید محمد صلی الله علیه و سلم باید قبول می کرد شروط ابو جهل و ابو لهب و اینا رو قبول می کرد و می رفت با اونها یکی می شد و خلاصه، ولی امر است اونجا نباید خلاف ولی امر کار می کرد. تو دعوت تو بکن، توحید تو بگو، اما بذار بال باشه، تو چرا اجاد میکنی، چرا جاد میکنی، چرا صحابه رو به کشتن میدی؟ منطق مدخلیت، این قده سرطانی که در بدن سلفیت ایجاد شده همین است. چرا جاد میکنید، چرا مقاومت میکنید، چرا در مقابل دشمن بلند میشید، چرا ساز مخالف میزنید؟ قبول بکنید ذلت و خاری رو، قبول بکنید. این فکر متاسفانه تبدیل شده به یک فکر استخباراتی، فکر مدخلیت. هر جا که استخبارات بخواد که شرق، غرب، یهود، نصارا، مسلمان ها را آرام بکنن، توسط همین فکر، توسط شبهات همینا. پس معیار در دین مبین اسلام این نیست که والا چقدر کشته می شوند، چقدر زخمی می شوند، چقدر خراب می شود. دشمن شاید بیاد شهر شما رو خیلی زیبا بسازه، ساختمان های بلند، خیابان های شیک، اما عزت شما رو، شرف شما رو، دین شما رو، عقیده شما رو از شما میگیره. اگر همه مسلمانانی که در غزه زندگی میکنن همه اینها هم از بین برن، آیا شما فکر میکنید این شکست است؟ نه، این فکر و این جهاد و این قربانی ها هیچ وقت بدون اثر نخواهد بود. هر قطره خونی که به خاطر الله سبحانه و تعالی ریخته شود در جامعه اسلامی اثر خود را خواهد داشت و اینها با این شبهاتشون میخوان امت اسلامی را آرام بکنن. یعنی من که تا حالا ندیدم، شاید نمیدونم، حالا بعضی از نادرن اگر که اتفاق افتاده باشه، شما ببینید که در کل غزه شما بگردید شاید 1% زن بی اجاب نبینید شما در غزه. اما آیا این شخص در مورد کشور خودش این جرأت رو داره که این اعتراض رو بکنه؟ والله فردا پدر سختش رو در میاره. پس هر موقعی که هر جا میبینید یک حرکت اسلامی، یک حرکت جهادی، یک حرکت تجددگرا، یک حرکتی که میخوان اون ذل و بدبختی و خفت و خاریه که بر مسلمان ها مسلط شده رو دور بندازن و اسلام رو تجدید بکنن، دین رو تجدید بکنن با خونشان، با قربانی، با جانشان، اینها بلند میشن آی توحید، آی توحید. از کدام توحید صحبت میکنی تو؟ ملتی که بیشترین حافظان قرآن کریم رو دارن در غزه،
دیندار، یعنی باور کنید من دینداری و ایمان و اعتقاد کودکان غزه رو میبینم. باور به خدا بکنید که این کلیپ هایی که از اینها پخش میشه در بدترین شرایط زیر بمباردمان، اگر امثال این جناب شیخ و غیره اگر در اون آلتی قرار بگیرن، خدا میدونه چه هزیان هایی بگن، چه داد و فریاد هایی بزنن. اما اونها چی میگن؟ الحمدلله. این فکر غده سرطانی است که متاسفانه در پیکر سلفیت ایجاد شده و علمای سلفی، دعات سلفی باید بیزاری خودشان را از این فکر و از این اندیشه استخباراتی اعلان بکنن و یک بار دیگر این منهج و این فکر در امان مسیر تجددگرایی، در امان مسیر دعوت به قرآن و سنت قرار بگیرد، نه اینکه در خدمت طواغی، در خدمت سازمانهای استخباراتی برای پیشبرد اهداف دشمنان اسلام به عنوان یک ابزاری از آنها استفاده شود. این بود خلاصه‌ای در مورد این فکر و موضوع برنامه امروز ما. و از همین لحظه به بعد شماره تلفن برنامه رو دوستان زیرنویس خواهند کرد و عزیزانی که در مورد موضوع برنامه میخواهند اظهار نظر بکنن یا دلگفته ها و سخنان خودشون رو بیان بکنن، ما در خدمت عزیزان خواهیم بود. شماره واتساپ برنامه رو همکاران عزیز ما زیرنویس میکنن و از طریق این شماره تلفن دوستان میتوانن که تماس بگیرن. تشکر میکنم از همه کسانی که پیام دادن و اظهار محبت کردن. الله سبحانه و تعالی حفظتون بکنه و واقعا کسانی که این فکر رو ترویج میدهند و برای این فکر تبلیغ میکنن مسائل جالبی که باور کنید در طول این 10-15 سال اخیر ما از اینها شنیدیم به هیچ عقلی و به هیچ منطقی جور در نمیاد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید آقای محمد. سلامت باشید. بخدا من یه نقدی داشتم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حسینی هم از ایران حضرت بشم. آقای حسینی بفرمایید برادر. از من میخوام فقط بپرسم، من حق تو محمد انصاری چیه؟ با خودت هم اگه اعتراض داری میتونی بنویسی اعلام بکنه ما پیگیر قضیه بشیم. حضرت بشم به خودت هم رحم نمی کنی، به مذهبت هم رحم نمی کنی، همه رو داری چی می کنی؟ توبیخ می کنی به هر کی رسیدن، به قرآن توبیخ کردی. می دونی آقای حسینی، آقای حسینی نه دیگه پرسی نده. نه من میخوام به شما، نه این من میخوام به شما یک چیز رو بگم. شما شیعه هستید. بله من اصلا مولای ما علی ابن ابی طالب میفرماید که قول الحق ولو على انفسكم، سخن حق رو بگید، سخن حق رو بگید ولو این که بر علیه شما باشد. آقای حسینی عزیز، آقای حسین از جنس خودت هم حمله میکنی، خدا نگهدارت. کجا ابن تیمیه به کسی حمله کرده؟ این دیگه منطق نشد آقای حسینی که شما بیاید یک خزعبلاتی رو بگید و بعد قد بکنید برید. مرد مردانه وایسید جواب بدید. ببینید ما در دین ما تقدسگرایی نیست. الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم می فرماید که ای محمد لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای محمد
تو پیامبر منی، تو عزیز منی، اما اگه تو هم شرک بیاری از جمله زیانکاران خواهی بود و اعمال تو نابود خواهد شد. ما تقدسگرایی نداریم در مذهب ما، در دین ما، در اسلام ما. ما پیرو قرآن و سنتیم. والا مثل شما نیستیم که یک مقدسی برای خودمون عزت و عظما بسازیم، بعد هزار یک اسمت و طهارت هم به او بچسبانیم، بعد بگیم هاشا و کلا که ایشون مرتکب اشتباهی بشن. این مشکل مذهب شماست، این مشکل فکر باطل شماست که فکر میکنید که هر کس اگر که به مقامی رسید در دین خلاص این مقدس است، معصوم است. نه، ما غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ معصومی ما نداریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوز استاد تیم بردم. سلامت باشید، شما خوبید؟ الحمدلله. ای تویستون زنگ زدم، پیشر روسیه مسکو و چوی تویستون جوانوی تاجیک. بفرمایید برادر عزیز تاجیک، در خدمت شما هستم. ما خیلی شما منادار هستم، در اصول نگوش میکنیم سال حق همه جوانو شما رو میشناسن. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالبستان کند. برادر یک سوال داشتیم. بفرمایید. امی شوگردو آنهان مدری میگن که محمد انصاری مشرکه، ابرامان فاطه مشرکه، همه یعنی خیلی تستن، نه چی نکرده؟ به نظر شما یا من مشرک هستم؟ نه برادر، هیچ نگفتن، شما مشرک نیستی، خلاص نه دعوت نکنه برادر شما. بله، این من اتفاقا امروز موضوع برنامه ما همین افراد هستن، یکی اقصای افراط است، یکی اقصای تفریط است. عده‌ای شدن داعشی، ما رو تکفیر میکنن، ما رو کافر میدانن، ما رو مشرک میدانن. عده‌ای شدن مدخلی، هر طاغوتی رو، هر گبر و ترسایی رو ولی امر میدانن. این اسلام دین وسط است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که وجعلناکم امتا وسطا. الله سبحانه و تعالی شما رو امت وسط و میانه قرار داده است. وسط میانه یعنی چی؟ یعنی پیرو قرآن کریم، نه افراد نه تفرید. تشکر از شما برادر عزیز. یک می فانتشن که تایی نکنن دیگه. چشم، زنده باشید برادر عزیز، سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمید. و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری الله نگهبانتون باشه. سلامت باشید. ما میکنیم که الله شما برای این آدم های پیشوای دین اسلام ها زیاده گردانه. سلامت باشید. ما روزی در همه افیل شما را گوش کردم، الله حفظتون کنه. یک چند سوال دارم، اگر اجازت بدین ما همیرد بگم در شما جواب شد بگیرم. خوب است. یک سوالش بفرمایید، در خدمت شما هستم، بفرمایید برادر. سلامت باشیم. همه کتاب قرآن کریمه، بله، مقصد به عربی نه، به تاجیکی نویسندگی، مقصد معنیش هم تاجیکی های، مقصد کریلینه که قرائت کنی. درست. من به همه میخوام به خانمه مقصد در حق پیغمبر، بر حق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بخشم. من میرم میتونم حق دارم، مقصد که نگن که در مت تاجیکی خوندی، برای بعضی فکر عقیده بده که ما ده گفتن که تو باید عربی را بموزی. درست. پس اگر ما عربی را بموزم پس خدای ما فرد و روز قیامت قطعی تاجیکی ما گب نمیزنه، عربی ما باید گب زنیم. باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز، در این مورد صحبت. اجازت بدی اگر ایوشم بپرسم، اگر اجازت باشه. بفرمید. مسئله فلسطین هم. بله. و اوجا کلی مسلمان های هم، همه اهل مقصد حنفی میگن پیغمبرم اطاعت میکنن، ای قرآن هم ای پروردگار هم. بله. پروردگار میگه در وقت پیغمبر خود، نه سنی به، نه شیعه به، نه سلفی به، نه دیگرش. بله. یکی فرد روز قیامت این جواب میتن در پیش پروردگار که بگن که ما سنی بودیم، ما شیعه بودیم، ما سلفی بودیم. سلفی ششنیده میگه که او قضیه فلسطین قضیه ما نیست.
شیعش شنیدم گفتی شما که او اگر اهل بچه‌وان ما با او کمک میکنیم. حنفی شنیدم میگه که یا رنگ زنوف کشان بستیدن این مردم در تای عذاب موندن، تای بمبران دشمن موندن، اخمو با کی را بوار کنیم؟ باش چشکر مرد اگر ایزت گپم و میگم بعد شما را گوش میکنم، خاموش میکنم، گوش میکنم. خوب است، شما الان دو سوال کردید، بذارید اینا رو جواب بدم پس. من سلامت باشی، من خاموش نمیکنم، شما رو هم تا گوش میکنم. خوب است. برادر عزیز بزرگوار، قرآن کریم وقتی ما اجر و پاداش میگیریم در تلاوت، که قرآن کریم را به زبان عربی همانطوری که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده است بخوانیم. این قرآن به همین شکلی که شما الان میخوانید به عربی، بر همین شکل کلام الله سبحانه و تعالی است که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده است. هیچ کتابی، هیچ متن دیگری در دین مانند خواندن قرآن کریم که در هر حرف آن رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الله سبحانه و تعالی در مقابل هر حرف قرآن 10 ثواب به شما می‌دهد و برای کسی که بخواهد بیشتر. در ادامه حدیث می‌فرماید که نمی‌گویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. یعنی این وقتی شما میگین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این الف لام میم رو که گفتید الله سبحانه و تعالی 30 ثواب برای شما می‌نویسد. شاید بگویید که خواندن عربی برای من مشکل است، بیاموزید. امروز در یوتیوب، در سایت‌های مختلف، در حتی در یوتیوب ندای حق درس‌های آموزش قرآن کریم هست که قرآن کریم را به همون زبان عربی، با اون زبانی که نازل شده است، برای شما آموزش میداد. بعد میگید سخت است، من تاجیک هستم، چطور بخوانم قرآن را؟ خیلی مشکل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که قرآن کریم را به روانی و به آسانی میخواند یک ثواب میبرد، کسی که با سختی میخواند، مانند یک تاجیک، یک ازبک، یک ترکمن، یک روس، یک امریکایی که مسلمان شده است، قرآن کریم را بسیار به سختی میخواند، به سختی یاد میگیرد، چون که به سختی میخواند و در این را سعی و تلاش میکند، این طرف دو ثواب میبرد. چرا دو ثواب میبرد؟ یک ثواب به خاطر اینکه قرآن را میخواند، یک ثواب به خاطر اینکه در راه خواندن قرآن سختی و مشکلات متحمل میشود. در این دنیا هیچ چیز آسان نیست. الان مثلا شما رفتید در روسیه کار کردید، به طور مثال در یک رستوران رفتید کار کردید، آیا از روز اول بلد بودید که در رستوران چطور کار میکنید؟ نه، آهسته آهسته یاد گرفتید. رفتید در یک ساختمان کار میکنید، رفتید در یک جای مثلا کارخانه ای کار میکنید، در یک فابریکه ای کار میکنید، آیا از روز اول بلد بودید؟ نبودید، آهسته آهسته یاد گرفتید. قرآن کریمم با همان الفاظ عربی اگر شما بخوانید اجر و ثواب دارد. هم در نمازها می توانید بخوانید و خیلی ها امروز هستن، خواستن از جوانان تاجیک ما می بینیم 7 ساله 8 ساله کل قرآن کریم رو حفظ کرده، طوری تلاوت می کند، طوری قرائت می کند، از عربا هم کرده بهتر. انسان بخواهد می تواند انجام بدهد. اما اینکه گفتید ما ترجمه قرآن رو می خوانم، به زبان تاجیکی می خوانم، ترجمه قرآن را خواندن به زبان تاجیکی آن اجر و پاداشی را که متن قرآن دارد ندارد. اما اگر به خاطر دین باشد، به خاطر اینکه شما فهم دینتان زیاد شود، به خاطر اینکه قرآن را بیاموزید، به خاطر اینکه قرآن را بهش عمل بکنید، طبیعتاً که اجر و پاداش میبرید. و انسان اگر بخواد که از دین خود آگاهی پیدا کند، امور دین را آگاهی پیدا بکند، در این را سعی و تلاش بکند، هیچ سعی و تلاش یک مؤمن بی اجر و پاداش نخواهد بود. اما اینکه گفتید که در روز قیامت از ما میپرسن که حنفی هستی، شافعی هستی، سلفی هستی، کجایی هستی، نه خیر برادر گرامی، از این چیزا اصلا نمیپرسن. خدای تو کیست؟ پروردگار تو کیست؟ و پیامبر تو کیست؟ کتاب تو چیست؟ از ما میپرسن که آیا با قال الله و قال رسول عمل کردی؟ از ما میپرسن که به این کتاب عمل کردی؟ اینهایی که به دنبال این اسم و رسم ها میگردن، اینها انسان های جاهل هستند. این کافر است، این مشرک است، این فلان است، این انفی است، این شافعی است، این سلفی است. اینها اسمایی است که بر روی خود گذاشتن. در حقیقت آنچه که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول است، متابعت از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به هر کس از علمایی که
چه سنی باشد، چه شیعه باشد، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، سلفی باشد، حرفش مطابق قرآن و سنت است قبول میکنیم، مغایر با قرآن یا مخالف با قرآن و سنت بود به دیوار میزنیم. خلاصه دین امین است. عرق دیگری دارید برای گفتن؟ سلامت باشیم. تشکر است. همین در بوره یک قرضه بلانسوری همیره من صرفم شد نرفتم، من خدم علم خدموزم، خدم تلوش میکنم میموزم، نکی امیره مقصد شد نفهمیدم که یک شخصیتی مو در یک فیرم کار میکدم توجیکه الحمدلله نمازخونه انا بود شاگرداش قاریه قیراعت میکنن، لیکن کارشون کاری قماره، قماره در همین قمار در وقتی کار کردن اکای مرا قرضور کردن، نمودم که اکای مرا قرضور کرد، من بجای اکم رفتم که اکم از سود نکنن، عریضه دادم که من پول اکم را میگردم در شما میبتم، مقصد 12,000 سومان بود، لیکن من 1,000 سومانی را دادم، 11,000 سومانی دیگه شما دارد، انمی بچه ایده که من نومه نویسانده موندم که من پول دادم میگردانم، همه بچه را بعدی 3 ماه معلوم میشه که خوین به دست موشی همون کارخونه به دست که 100,000 سومانی همون فیرمه را خورده است. درست. ببینید برادر عزیز، تشکر از شما، تشکر از شما. ببینید در مورد قمار اگر اجازت باشه من مقصد شد بگم، در مقصد دیگر من که همی کلانی کارخانه گفت که ته دمه بسپر، من بیانات در او آدمی خواهیم دادگی هم نیکی، من همی را در اصل فکر کم اکتم در یکان تش نمیتم، و یکمش که یک چون نموز خون بودن در راهی گمراه بودن، من را گمراه که سبدن بردن که من در ایچه خیزمت میکدم، من ایمی سرکشی کدم، من چی جواب میتم؟ این مرا گفت که من فرد روز همه تکیناتی من ایمانی تو میگیرم، من گناهگار چقدر دارم؟ نه، در قمار قرض نیست که حالا کسی مثلا در قمار کسی باخته باشد و شما برید قرض او را ادا بکنید، این قرض حساب نمیشه، متوجه هستید؟ من در مورد توضیح میدم، من در مورد توضیح میدم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرماید که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که مؤمن هستید، شراب، قمار، فالبینی، اینها از پلیدی های شیطان است که از آن باید دوری بکنید اگر می خواهید که شما رستگار شوید. پس قمار از اعمال زشت و شیطانی است. این که یک نفر بگه که والا فلانی قمار باخته است و در قمار قرضدار شده است و برادرش یا پدرش باید بیاد قرضش رو بده، نه، این یک عمل باطل است، نه قضی در اونجا بدهکار است و نه قضی قرضدار است. متوجه شدید؟ سلامت باشی. سلامت باشی. جواب ما گرفتم. سلامت باشی. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلام. تعجب میکنم شما بفرمایید که اون طرف نمیپرسن که حنفی هستید، مالکی هستید. الان هم فکرای شما در افغانستان گفتن صرفا حنفی. تعجب میکنم شما میگه اون طرف نمیپرسن، الان اینجا دارن ازت میپرسن. ادارهای بدبخت رو نگاه کنید. بعد شما میگین اون طرف نمیپرسن، اینجا دارن میپرسن و الان گفتن مذهب رسمی حنفیه. چطور شما بگین؟ آقای محترم، آقای محترم، شما یا جاهل هستید یا خودتون را به جر... نه گوش نمی کنم، گوش نمی کنم، گوش نمی کنم. شما اینجا منبر پدر نه منبر پدر بزرگ شما نیست که اینجا بیه سر منبر حرفتو بزنی بعد دلت که خواست قد بکنی بری. من صدا تو خاموش کردم. گفتن که آقا، گفتن که مذهب رسمی در افغانستان مذهب حنفی است. قد کرد رفت. مذهب رسمی مذهب حنفی است به این معنی نیست که مذاهب بقیه باطل است. این کدوم احمقی گفته؟ اگر شما از حماقت و جهالتتون اینطوری برداشت کردید، این نشاندنده کوته فکری و کم عقلی شماست. یعنی ببینید، وقتی میگیم مذهب حنفی در یک کشوری مذهب رسمی است یعنی چی؟ یعنی قوانین دادگاه ها، محاکم، حل و فصل قضایا بر اساس فقه حنفی میشه و این در همه کشورهای دنیا رایج است. الان در عربستان سعودی فقه رایج در محاکم، در اونجا در دادگاه ها فقه حنبلی است. مثلا در مصر شافعی است. در عراق حنفی است. در ایران جعفری است. این به این معنی نیست که بقیه باطل هستن.
روش تطبیق قوانین شرعی در یک مملکت بر اساس یک مکتب فقهی. شما اینقدر کوته فکر و نادان هستید که متوجه نیستید که تطبیق احکام شرعی بر اساس یک فقه به معنی این نیست که بقیه باطل است. آره یک مثالی از قوانین مدنی بذارم، چون این آخوندهای مغزهای کله گنجشکی شما این حرفا رو متوجه نمیشه. مثلا در فرانسه قوانین فرانسه حاکم است بر اساس قانون اساسی فرانسه. در انگلستان قوانین دادگاه ها و حل و فصل قضایا بین مردم بر اساس قانون اساسی انگلستان است. در ایران بر اساس قانون اساسی ایران است. این به این معنی نیست که انگلیسی ها بگن که قانون اساسی فرانسه باطل است یا فرانسه بگن قانون اساسی انگلستان باطل است یا بقیه کشورها، همینطور عدس بذارید. بعد این از ادب و اخلاق نیست که زنگ میزنی یه دروغی شبهی رو میگی، همینطور میری رو منبر با این شبکه، شبکه اهل سنت است، مال شما نیست. عرفی داری، شبهی داری، سلام بده مثل آدم، مثل بچه آدم اول سلام بده. آخوندها به شما یاد ندادن که چطور سلام بدید، آداب معاشرت رو به شما آموزش ندادن. سلام بده، شبهت و سوالت رو مثل بچه آدم مطرح بکن، گوش بده، جوابت رو بشنو، قانع شدی خوب، قانع نشدی الی جهنم و بئس المصیر. عجب ملتی هستید شما با خدا. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. طالبین محلی سنت هستم استاد راستی. چند هفته شد برنامه نکرده، خیلی خواتیر شده، مفتید میشاید باز بیمار شده باشید، خیلی الله حفظتان کند. سلامت استاد، یک چند سوال داشتم. خیلی آیدی مذاهب استاد، اگر یک دو دقیقه صحبت کنم با اجازه شما. دو دقیقه بفرمایید. استاد ندانم حاضر انشاءالله استاد، اولش بیزن الله تبارک و تعالی نسل جوانی هم تاجیک هم افغان هم ایران، ایران نمیگون است، تاجیک چگونه که حاضر در تاجیکستان مردمی مثال پیرانسال که به دیگر مذهب ها، این معمولا آشکار است که زیرا اول شوروی استاد، بعد حال حکومت حاضره استاد، مردمی ما خیلی از علم و دانش قفا مانده، نمیدانند دیگر مذهب ها چگونه هستند، یا که مکتب های فقهی آنها مذهب راستی نه شافعی را قبول، بعضی کلان سالاش نه شافعی نه حنبلی نه مالکی خصوصا سلفی را قبول نمی کنند استاد. اما تمام جوانان حاضره که در روسیه قرار دارند استاد، انشاءالله بعد از گذشتی شاید تقریبا 20-30-40 سال یک نسل آینده شاید انشاءالله استاد ممین مشکلات مذهبی از بین رود، زیرا دقیقا. در مسجدها در یک مساجد هم حنفی هم مالکی هم شعبی هم حنبلی هم سلفی استاد در یک صف ما نماز میخونیم و بین یک دیگر یگان خیر، نه فکرهای مثال بعد یا اینکه کینه و کدوره داشته باشم. انشاءالله امیدوار هستم که نسل های آینده ما انشاءالله این چیزها را درک میکنند انشاءالله. استاد میگذارم به استاد راستی، من یک چیز را استاد همینجا حکمتش نفهمیدم استاد. بله. چگونه که در روز نماز جمعه استاد خطبه نماز جمعه واجب است همین دوره است؟ بله. دو رکعت نماز اوگم تهیه مسجد یا اینکه آداب مسجد از حدیث ها که برای من آشکار است استاد، این سنت مؤکده است همین طرفتن؟ بله. چگونه که صحابی هنگام روز جمعه وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه می خواندند استاد، وارد مسجد می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر می کنند که تهیه مسجد بخوان، اینجا استاد چی می شود استاد؟ حالان که ما مثال در یک چند مساجد همه خیر کنیم استاد و هنگام خطبه نماز جمعه تهیه مسجد خوانیم، یک چند برادرها اعراض گرفتند چرا شما سنت مؤکده را از واجب از عمل گویم از واجب کرده، واجب مانده سنت مؤکده را عمل کرده گفتند، به همین استاد جواب می گفتید خیلی خوب می شد استاد. درست باش، چشم، در این مورد صحبت می کنم. سوال ها زیاد هستن اما برنامه بعدی انشاءالله استاد مطرح خواهم کرد. یک چیزی پیشنهاد دارم استاد برای همین کارمندان تکنیکتان استاد، طریق واتساپ برای ما قلعه نیست،
با شما تماس گرفتن استاد. مثال حاضر شاید در یک برنامه‌تون 4-5 نفر برادر مثال صحبت میکنیم، سوال‌ها پیشکش میکنیم، اگر امکاناتش باشد استاد یگان خیر یگان طریق دیگر هم صحبت میشیدیم استاد. مثال یا در یک هفته دو مراتبه نه سه مراتبه کنید استاد. چشم انشالله. صدای شما رو کارگردان عزیز برنامه داره میشنوه، انشالله که تماس های واتساپ رو بعد از این سعی میکنیم در اوقات مختلف پاسخ بدیم انشاءالله. دعا بکنیم انشاءالله. جزاکم الله خیر استاد. زنده و سلامت باشید. بارک الله فیکم. سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام سوی سلام، خسته نباشید، خوب هستین شما؟ سلامت باشید، بفرمایید. استاد انصاری من چند تا سوال دارم، اگه وقت میدین همه رو بکنم، اگه نه فقط یکی رو بکنم، چه جوریه داستان؟ یکیشو بفرمایید چون وقتمونم کم مونده، یک ربع ساعتی وقت داریم. بفرمایید. چشم. یکی این که دیدم الان داشتین درباره همین افراط و تفریط صحبت میکردین، این چرا مثلا حالا در مقابل شیعه هم این افراط و تفریط وجود داره؟ مثلا میگین اینا نمیدونم مشرکن و رافضی هم، بالاخره شیعه هم یه اجتهادی از اسلام مگه نیست؟ چرا مثلا شما، من آدم محقق هستم، از نظر تحقیقاتی به شما زنگ زدم، تعصبی نیستم، ولی میخوام بدونم مگه شیعه یه اجتهادی از اسلام نیست؟ یعنی دلیل و مدرکایی که من رفتم دنبالشون میشه استناد کرد، چرا مثلا میگین اینا رافضی هم و اینا؟ اینو اول به من میشه توضیح بدید؟ بله. ببینید، اولا هیچ کس نگفته، نه ما نه غیر ما، که فقط شیعه مشرک است. ببینید، شرک، هر کسی که مرتکب شرک بشه مشرک است. من بارها گفتم ما امکان داره که یک سنی مشرک هم داشته باشیم، حنفی مشرک داشته باشیم، شافعی، مالکی، حنبلی مشرک داشته باشیم. شرک یک عملی است که انسان غیر الله سبحانه و تعالی را بخواند، از غیر الله سبحانه و تعالی کمک و مدد بخواهد در آنچه که در حیطه قدرت الله سبحانه و تعالی است، نه بشر. این انسان مشرک است. حالا میخواد این شیعه باشه، میخواد سنی باشه. اما این که فرمودید آیا شیعه یک اجتهادی از اسلام هست؟ ببینید، در اسلام ما اجتهاد نداریم که کسی بیاد در اصول دین اجتهاد بکنه. اصول و ثوابت دین رو اینا توقیفی است. توقیفی به این معنی که نه من این رو به اصطلاح تعیین میکنم، نه شما به عنوان یک شیعه. این رو الله متعال تعیین میکنه، قرآن کریم تعیین میکنه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین میکنه. الله متعال در قرآن کریم به ما میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. یعنی هر آنچه که الله و رسول برای ما آورده، ما باید بدون چون و چرا از اون اطاعت بکنیم. این که فرمودید شیعه یک اجتهادی از اسلام هست، این جمله در حقیقت جمله اشتباه هست. مثلا ما نمیتونیم بگیم که اهل سنت هم اجتهادی از اسلام هست. این جمله‌ای که من بگمم غلط هست، اشتباه هست. چرا؟ اسلام و اصول دین اجتهادی نیست، اینا توقیفی است و از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما تعیین شده است. آنچه که مجال اجتهاد در آن هست، فروعات دین است که بر اساس مکان و زمان امکان اجتهاد و برداشت از قرآن و سنت در آن وجود دارد. مثلا مسائل عبادات هست، روزه هست، نماز هست، زکات هست، اصولش رو قابل تغییر نیست. یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه ارکان اسلام رو من تغییر میدم، اجتهاد میکنم. اما در فروعاتش، مثلا حالا یکی میگه مثلا با آمپول مسکن روزه میشکنه، اون یکی دیگه میگه نه نمیشکنه، در این حد. اینو مسائل اجتهادی است. بفرمایید. آخه استاد انصاری عزیز، ببینید، اینی که اولا شما میگین شرک بکن، آخه ما که نمیتونیم خودمون جای خدا بذاریم قضاوت بکنیم. اینا یه چیزای ادراکیه، یعنی نیتیه تو دل شما. نمیتونی اینجوری به ظاهر یکی، این کار جای خدا نشستنه، این شرکه که شما همینجوری راحت بگی این مشرکه اون مشرکه. شما که دل کسی خب، من خودم شیعم، 60 سال 59 سالمه، 40 سالم خدمتتون بگم از ایران دورم، ولی نه از غیر خدا خواستم، نه پدرم یادم مثلا گفته باشه غیر خدا مثلا کاری میکنه. فکر میکنم این یه مقدار
جای خدا نشستنه که شما به همین راحتی مثلا بگی 200 میلیون آدم، حالا نمیدونم چقدر، 100 میلیون آدم اینو مش، این یه چیز نیتی. کی گفته همین را؟ اولا یک لحظه برادر عزیز، هیچ کس نگفته که 200 میلیون 300 میلیون همه مشرکن. ما هر جایی که اگر اومدیم گفتیم این شرک است، دلیل آوردیم، گفتیم آقا این طرف داره این حرف رو میزنه، این شرک است. تا حالا شنیدید از من یا از غیر من از علمای اهل سنت که از مبلغین اهل سنت گفته باشن که آقا همه شیعیان مشرکن؟ والا از شما نشنیدم، ولی دیدم بعضی ها میگن اینا رافضی هن و نمیدونم. اصلا من نمیدونم رافضی یعنی چی. شیعه مگه ما شیعه، ما بالاخره میگیم خدا رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، حضرت محمد رو قبول داریم، نماز میخونیم، یا یگانگی خدا رو قبول داریم. ولی خب حالا شیعه میگه مثلا به خاطر اینکه امام علی گفته من باید خلیفه باشم، ما هم نظرمون این با امام علیه، ولی در این حال من خودم شخصا سه خلیفه دیگرم محترم میدونم با مطالعاتی که کردم، همشون آدمای خوبی بودن. چه بسا که از نظر سیاسی و اجتماعی عمر و ابوبکر بیشتر هم مورد قبول جامعه بودن، اون یه بحث دیگه است. ولی ما میگیم آقا حضرت علی خودش ادعا کرده. من مثلا چجوری بهتون بگم، نمیگم از طرف خداها، از طرف اینکه مثلا من شایسته ترم. ما هم مثلا من خودم شخصا با مطالعاتی که کردم حرف حضرت علی رو صادقانه بگم معتبرتر از اصحاب دیگه میدونم. میگم وقتی حضرت علی گفته من باید خلیفه باشم، منم نظرمونه. وقتی حضرت علی با اینا دوست بوده، منم نظرمونه. یعنی این برداشت از اسلام تشیع، آخه دیدم میگن اینو خودشون ساختن و اصلا یه دین جدیده و نمیدونم کجای این دین جدیدی رو ساخته دیگه. بعدم آقای انصاری عزیز، شما میگین شرک رو مثلا به چشم میبینین، چجوری شرک رو میشه به چشم دید؟ اگه میشه به منم یه توضیح بدین من بفهمم چجوری میشه با چشم فهمید کی مشرکه، قلب کسی رو دید؟ بله ببینید برادر عزیز و بزرگوار، اولا این که شما فرمودید که حرف حضرت علی رو من معتبرتر میدونم از حرف بقیه خلیفه، با بقیه خلفا هم مشکلی ندارم. مشکل ما در این نیست، مشکل ما با امثال شما نیست. ما خودمون در بین روات احادیث اهل سنت کسانی رو داریم که راوی حدیث است در کتب صحیح اهل سنت، اما علی رو بر بقیه خلفا یا بر حضرت عثمان چی میدونه؟ برتر میدونه. شیعه از دیدگاه اهل سنت، آن شیعه‌ای که در گذشته بود، همین بود که حالا علی رو برتر از بقیه میدونستن. اما آنچه که امروز در تفکر شیعی از مصادر و کتب اصول عقیده شیعه برای ما آشکار میشه، مثلا در کافی، در بحار الانوار و سایر شیعه و غیره، اینها صحابه رو تکفیر میکنن، اهل سنت رو تکفیر میکنن. کسی که میگه یکی از امامان رو انکار بکنه، جاویدان در آتش دوزخ هست. استاد انصاری، اونا رو من قبول دارم. نه من آخونده رو کاری ندارم، مثلا کتابایی که بعدا ساخته شده و همین کتابایی که شما اسپورد، من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. خب شما چطور شیعه هستید؟ شما دینتون رو از کجا میگیرید؟ ببینید من شیعه هستم که من میگم بعد از حضرت محمد من حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین رو دوست دارم و اینا رو به قول معروف اولویت میدونم. خب اینا رو دوست داشتنشون، بله دوست داشتن اینا که جز دین اهل سنت است. ما اگر اینها رو دوست نداشته باشیم سنی نمیشیم، مسئله دوست داشتن نیست. اما شما میگید که امامت رو قبول دارید یا ندارید؟ امامت، خب امام علی امام بوده دیگه، من چجوری میتونم اگر امام علی امام نیست؟ خب همین، برای همین اثبات این امامتی که شما قائل هستید، حضرت علی امام بوده، امام بلافصل بوده، از طرف الله بعد از پیامبر به عنوان امام تعیین شده، تفکر شیعه امین است. مشکل شیعه و سنی از همینجا شروع میشه، از قضیه امامت شروع میشه. شیعیان معتقد هستند که حضرت علی بعد از پیامبر به عنوان امام بلافصل منصوص، یعنی الله گفته که ای محمد بعد از تو علی امام هست. شیعه این رو میگه. اهل سنت چی میگه؟ میگه نه خیر، بعد از پیامبر امامتی وجود نداره. بعد از پیامبر هر کسی که بر اساس شورای مهاجرین و انصار به عنوان حاکم یا به عنوان امام مسلمین تعیین بشه، اون امام است. حالا میخواد علی باشه، میخواد ابوبکر باشه، میخواد عمر باشه، عثمان باشه، رضی الله تعالی عنهم اجمعین، هر کدومشون که میخوان باشه. درست میفهمید، متوجه حرفتون هستم استاد انصاری، ولی بالاخره اون همه رو ببینید، من فقط میگم من آدم محققم، هیچ تعصبی هم به دین ندارم. یعنی بگم مثلا من چون چی، من خیلی فقط تحقیق کردم. ببینید بر اساس روایاتی که حضرت محمد به امام علی میگه، بالاخره اینا، من نمیگم مثلا گفته بعد از من 100% علی باشه ها، یعنی خلیفه باشه. من
خودم همچین برداشتی نکردم از این روایات، ولی این برداشت رو کردم که بابا حضرت محمد داره میگه مثلا کاندیدای من اینه، محبوب من اینه. مثلا یه چند تا روایت داره استاد انصاری، انصافا آدم میره تو فکر. مثلا رابطه من با تو، مثلا رابطه موسی با هارونه. خب تو قرآن درباره موسی و هارون چه؟ بالاخره جایگاه هارون، من نمیگم من برادر عزیز، برادر عزیز من یه چیز به شما بگم، همین روایت انت منی به منزلت هارون من موسی، این روایت رو اهل سنت روایت کردن. الان هم اهل سنت تقریبا میشه گفت 1.5 میلیارد مسلمان ها اهل سنتن، درسته؟ در طول 1400 سال هیچ سنی نیومد بگه که این روایت که انت منی به منزلت هارون من موسی که روایت صحیح هست، در کتب صحیح ما روایت شده، به معنی امامت حضرت علی است. آیا در طول 1400 سال این همه سنیایی که اومدن همه کودن بودن، عقل نداشتن، نمیفهمیدن که برداشت از این از این حدیث امامت بشه؟ حالا مثلا برادران شیعه اومدن گفتن که بله این روایت در کتب اهل سنت اومده، ما میگیم که معنی این روایت این است که حضرت علی امام بلافصل بعد از پیامبر است. نه نه، من اصلا نمیگم بلافصل و اینا، من دارم میگم پیغمبر وقتی اینو میگه این یعنی دیگه از علی بالاتر کسی تو این امت نیست. حالا شما میخوای به علی رأی بده، میخوای به علی رأی نده، اون که دیگه دست جامعه است. من شورا رو قبول دارم، ولی اینی که حضرت محمد اومده حضرت علی رو در این جایگاه معرفی کرده، مثلا من خودم شخصا باشم بین همه خلفا با توجه به این صحبت، حالا روایات های دیگه من فارسی یادداشت کردم که میگه هر کی از من دوست علی هم علی دوست اوت، هر کی از من ولی هم علی ولی اونه. این روایت هم ما روایت کردیم، اینم ما روایت کردیم، اینم در کتب ما اومده. نه میدونم، اصلا کل احادیث از سنی ها در اومده. من که نمیگم سنی ها بدن یا دروغ میگن، من دارم میگم این برداشت همچین بی ریشه نیست. وقتی که از زبان پیغمبر خدا میگه مثلا هر کس من دوستشم علی دوستشه، یا وقتی که میگه رابطه من هارون به موسی، خب اگه یه عده بیان بگن آقا بعد مثلا پیغمبر علی باید امام باشه یا حالا خلیفه باشه، یا خود حضرت علی هم همچین ادعایی بکنه، پس شما شیعیان نگی مثلا یه چیز بی ریشه. بالاخره حرفای حضرت محمد رو نمیشه آقای انصاری، من خودم وقتی این روایت ها رو میبینم حس میکنم واقعا حضرت علی فرق داره، برای اینکه همچین روایاتی در شأن کسی دیگه نیست. بالعکس در شأن بقیه هم هست. حالا مثلا ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از ویژگی ها و صفات برازنده ایشان این بود که مثل رهبرای امروزه جوامع انسانی یا اسلامی ما نبودن که تا کسی اصلا یک ویژگی داشته باشه بزنن تو سرش خاموشش بکنن یا ببرن در ایوین پدرش رو در بیارن که دیگه جرأت نکنه در جامعه ابراز وجود بکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد تک تک صحابه، اگر بخواهید من شاید هزار برنامه برم و اون مدال هایی رو که پیامبر به صحابهشون دادن و شخصیت سازی کردن رو برای شما بیان بکنم. ما ده ها روایت داریم در مورد فضائل حضرت ابوبکر صدیق که پیامبر گفتن که اگر من میخواستم در دنیا دوستی بگیرم، ابوبکر رو دوست خودم میگرفتم. متوجه هستید؟ یا در مورد حضرت عمر، یا در مورد عمر، یا در مورد طلحه، در مورد زبیر، در مورد سعد بن ابی وقاص، در مورد اسامه بن زید، مثلا یه پسر 17 ساله‌ای رو پیامبر میاد فرمانده یک لشکر بزرگی تعیین میکنه، صحابه اعتراض میکنن این همه انسان‌های بزرگ هستن توی بچه‌ای رو آوردی تعیین کردی، پیامبر میاد اون رو تمجید میکنه، از پدرش یاد میکنه. ببینید پیامبر شخصیت میساختن، همون صفاتی رو که بعضن به حضرت علی دادن به بقیه صحابه هم دادن. مثلا این که میفرمایید انت منی به منزلت هارون من موسی، در کی گفته شده، در کجا گفته شده، چرا گفته شده، اگر بررسی بکنید خیلی درس های بزرگی عظیمی در این نهفته است. ما در این هیچ شکی نداریم که حضرت علی سید و سردار اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، یک شخصیت بزرگی هستند و حضرت علی یکی از صحابه و بزرگان اهل بیت هستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فضایل اونا خیلی سخنان زیبایی گفتن، اما هیچ کدام اینا به معنی این نیست که ایشان باید بعد از پیامبر امام و جانشین می شدن. متوجه هستید؟
سوال شده خودش آخه این حرف رو زده علی، گفته من باید خلیفه بشم. این خیلی حرف مهمیه، نه بر حساب خدا و اینا، بر حساب همین فضیلت و اینا گفته دیگه. چون اگه مثلا من دیدم استناد نکرده که خدا منو انتخاب کرد و اینا رو، من تا جایی که من تحقیق کردم، ولی بالاخره بر فضایل و اینا اعتقاد داشته که من برترم. حالا در هر صورت این بحث ادامه دار میشه. من میخوام اینو بگم، حالا درباره ابوبکر صدیق هم که گفتیم، من تحقیقاتی که کردم، ابوبکر واقعا انسان بزرگی بوده، رفیق بچگی بوده، یار غار بوده، اون زمانی که پول و ثروتی نبوده ابوبکر بوده، اون زمانی که خطر بوده ابوبکر. یعنی من شخصا بعد امام علی تو اصحاب، حالا کاری به فاطمه و حسن و حسین ندارم، ابوبکر رو از همه شایسته تر میبینم، رفیقه و قول معروف. اصلا تو ایران من یادم میگفتن یار غار. حالا این موضوع رو بگذاریم، برای اینکه ادامه دار میشه، من میگم من ندیدم این فضیلت ها رو در باب کسی دیگه، حالا باید برم تحقیق کنم، شاید من اشتباه کردم. یه سوال دیگه هم دارم، اگه وقت میدین بگم، اگه بفرمید. نه دفعه دیگه مزاحم بشم. بفرمایید استاد انصاری، الان این چند روزه درباره شهادت فاطمه خیلی شلوغ شده بود، حالا تو شبکه‌های مختلف، و منم از بچگی اینو میشنیدم که عمر رفته و لگد زده، مادر بزرگم برام تعریف میکرد، ولی وقتی بزرگ شدم واسم سوال بود مگه میشه، جور در نمیاد. رفتم تحقیق کردم، خیلی دنبالش رفتم، به هیچ روایتی نرسیدم که بشه از نظر سندی قبولش کرد که همچین اتفاقی افتاده. پس تو ذهن خودم اینو خط زدم، ولی میخوام اینو از شما سوال کنم استاد انصاری، چرا همون جوری که مثلا شیعیان افراط میکنن اضافه میکنن به داستان که اومد و لگد زد و کشت و زد و برد، توی این، حالا میگم من تحقیقاتی که خودم کردم نشون میده که آقا در خونش رفتن ولی بیشتر از اون جلو نرفتن، یعنی طبق سندایی که ما داریم، میگم چرا سنیای افراطی میگن اصلا در خونه نرفتیم، شیعیان افراطی هم میگن اصلا رفته تو خونه زده و کشته. شما قبول دارین هر دو طرفی، اگه اینو بیان کامل واقعی بگن روشن‌تر نمیشه؟ برای اینکه آقا هر آدمی جایز الخطاه، شما هم که میگین عمر و عثمان و علی و اینا معصوم نبودن، بله. چه اشکال داره بگیم آقا یه اشتباهی اول شده، یه کدورتی شده، ولی بعدها آشتی شده، دختر به هم دادن، چرا همه چی رو بیخ بزنیم زیرش؟ درست. الان اجازه میدید من خیلی مختصر برای شما بیان بکنم در مورد قضیه افسانه شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. همه روایاتی رو که شیعه بیان میکنه، چه از مصادر اهل سنت چه از مصادر خودشون، همه اینا روایت های باطل است که قضیه زدن باشه، چون که من اعتقاد دارم که نه علی بی غیرت بود که بذاره کسی زنش رو بزنه، بله، نه عمرم اینقدر انسان پستی بود که بیاد مثلا در خونه یک زنی رو بزنه، سیری بزنه، این اصلا اسلام رو بذار کنار، از با غیرت عرب جور در نمیاد. نه، صحیح ترین روایتی که روایت ابن ابی شیبه است که شیعه به اون استدلال میکنه، بله، من الان جلوم هست اینجا، دوستان عزیز امین سفر رو نشون بدن بزنه، این روایت نه عمرم اینقدر انسان پستی بود که بیاد مثلا در خونه یک زنی رو بزنه، سیری بزنه، اصلا اسلام بذار کنار، از با غیرت عرب جور در نمیاد. فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از بیعت با ابوبکر، صحیح ترین روایتی که روایت ابن ابی شیبه است که دارم برای میگه مشوره میکنه، من الان جلوم هست اینجا، دوستان عزیز این سفر رو شروع کنم، ابوبکر میخواد حمایت کنه، نه عمرم این قد انسان خاصی بود که بیاد مثلا در خونه یک زنی رو بزنه، سیری بزنه، اصلا اسلام بذار کنار، با غیرت عرب جور در میاد. فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از صحیح‌ترین روایتی که روایت ابن ابی شیبه است که دارم برای میگه مشوره میکنه، اینجا عمر جلوم هست اینجا، یه همین قسمتش رو میاره که اومد گفت که ای فاطمه به خدا قسم اگر که بار دیگه اینا جمع بشن من خونه رو بالای اینا آتش میزنم، درست؟ خب اما روایت کامل نمیخونن، بله، بله، روایت میگه که ای فاطمه یا بنت رسول الله والله ما من احد احب الینا من ابیک، به خدا قسم ای فاطمه که بله محبوب تر از پدر تو در نزد ما کسی دیگر نبود و خدا شاهد است که بعد از پدرت هیچ کس محبوب تر از تو در نزد ما نیست، ولیکن قسم به خدا اگر اینها بار دیگری تو خونه جمع بشن من چیکار میکنم؟ خونه رو بر بالای اینها آتش میزنم. بعد از اینکه عمر خارج شد، فاطمه اومد چی گفت؟ که این عمر بود، آمده بود قسم یاد کرد که خونه رو بر بالای شما آتش میزنه، برید فنصرف و راشدین عقلتون رو جمع جور بکنید، برید
تصمیمتون رو بگیرید دیگه پیش من جمع نشید اینجا. این روایت ابن ابی شیبه است که عمر گفته تهدید کرده که اگر شما، منم همینو میگم، بله. در حد تهدید قابل اثباته، بیشتر بله. قابل اثبات نیست. الان برادر عزیز و بزرگوار بیاید میریم سراغ نهج البلاغه دیگه. نهج البلاغه باور کنید من یک جمله ای دارم، نهج البلاغه زیاد سند اینجوری که میگن نداره، اما من چی میگم بعدا نوشتم برای امام علی. بله، اما به نظر من اگر سنی و شیعه بیان برای حل اختلافشون همین نهج البلاغه رو که باور کنید سند نهج البلاغه از سند کافی و مجلسی و بهار الانوار و وسایل شیعه دقیق تره. بله، اونا که اصلا ساختگیه، میدونم. بله. اینا رو حضرت بله. که با عقل اصلا جور در نمیاد. بله، حضرت علی شی میگه در نامه 6 نهج البلاغه، اونجا که عمر گفته بود که اگر که اینها بار دیگر جمع شدن من خونه رو آتیش میزنم، در اینجا حضرت علی شی میگه ای معاویه، کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر، عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند، پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کسی که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد، همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است، پس اگر بر کس امامت کسی گرد آمدن و او را امام خود خواندن، خوشنودی خدا در این است. بعضی چی میگن؟ میگن علی اینجا تقیه کرده. بابا اینجا تقیه کرده باشه دیگه، به خدا که دروغ نمیبنده، به خدا که دیگه دروغ نمیبنده، میگه در این رضای خداوند است. حرف بدی نزده دقیقا، حرف چه چیزی رو نقض میکنه. بله، الان ادامش خیلی جالبه. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدن و او را امام خود خواندن، خوشنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‌گردانند و اگر سر باز زد با او می‌جنگند، زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، خدا هم او را در گمراهیش رها می‌کند. حضرت علی میگه که اگر کسی که بعد از بیعت بیاد حرف دیگری بزنه، بدعت دیگری در بیاره یا از بیعت سر بزنه، میگه اونو بکشید، باش بجنگید. پس چرا خودش میگن 6 ماه بیعت نکرده استاد ناصری؟ یک روایت میگه 6 ماه بیعت نکرده، روایت دیگر میگه که بیعت کرده. شما ببینید، من صحیح مسلم کتاب اصلی اینو نوشته که 6 ماه بعد رفت بیعت کرد. 6 ماه بیعت کرد یا در روایت دیگری که میگن در همون اول بیعت کرد، در هر صورت من یک چیزی که من بهش قانع هستم برادر عزیز، در سال 57 در ایران انقلاب رخ داد، نه؟ چند سال میگذره؟ انقلاب شومی هم بود. انقلاب شوم 40 سال تقریبا شده، درسته؟ در این 40 سال بله، در این 40 سال تقریبا هایا روایت دقیقی از این انقلاب داریم؟ روایت دقیق اینه که گول زدن مردمو دیگه، شاه. نه نه، من منظورم بعضی حقایقی که بعضی اتفاقاتی که افتاده، مثلا رجایی و باهنر رو کی کشت؟ آیت الله مطهری رو که تجدید خودشون کشتن. حالا اونا گفتن بله. که والا مجاهدین کشتن، بعضی روایت ها میگه خودشون کشتن. آقای مطهری رو، آیت الله مطهری رو که به اصطلاح یک تجددگرا بود در دین شیعه، چرا کشتن؟ بله. آقای بهشتی رو، بله، آقای بهشتی رو کشتن. بله، ببینید ما از همین 40 سال اخیر خودمون یک روایت صحیح و دقیق نداریم. چطور امکان داره که این روایت های تاریخی از 1400 سال گذشته تا الان برای ما انقدر با دقت رسیده باشه که حالا حضرت علی در ماه اول بیعت کرد یا در 6 ماه بیعت کرد؟ من یک سوال دیگه میپرسم از شما، از هر عاقل میپرسم این سوال رو، آیا علی که این همه صفات و ویژگی های شجاعت و مردانگی در او بود، آیا کسی میتونه سر رو مجبور به بیعت بکنه؟ ببینید استاد انصاری، این سوال شما مجبور به بیعت بکنه، خب بالاخره یه نفر که نمیتونه جلوی دستگاه وایسه، ولی مجبور به این معنی که بره، من فکر میکنم دیگه بعد از 6 ماه به این نتیجه رسیده کار درست اینه. اینی که من اینطوری فکر میکنم. اما یک نفر مثلا در مقابل یک نظام قیام کرد، امام حسین مثلا، امام حسین در مقابل یک نظام قیام کرد، به تنهایی قیام کرد. بله، امام حسین در مقابل یزید قیام کرد، ابوبکر عمر که با یزید یکی نمونه، ابوبکر عمر هم یارای پیغمبر بود. بابا جان، این آخوندهای شیعه میگن که ابوبکر عمر از یزید بدتر بودن. خب من اونجوری فکر نمی کنم، اون حرف درستی به نظر نمیاد. بله، من یک میاد به نظر من امام علی بهتر از اینا. بله، من یه چیزی به شما بگم برادر عزیز، اگر ما بخوایم به طرف یک وحدت شیعه و سنی و
به طرف یک وحدت کلمه بریم که این اختلافات و تفرقه ها رو کنار بگذاریم. تنها راهش این است که آقا روایت های تاریخی رو بگذارید کنار، هم شیعه هم سنی، چنگ بزنیم به حبل الله، کتاب خدا، به قرآن و سنت پیامبر. به خدا قسم آنچه که تبلیغ میکنن که اهل سنت اهل بیت پیامبر رو دوست ندارن دروغه. واللهی محبت علی و فاطمه و حسن و حسین جز ایمان ماست. میدونم، من رفیق سنی افغانی دارم، میدونم اینا رو. میگم در هر صورت من خواستم زنگ بزنم یک بگم والله بالله ما مشرک نیستیم، رافضی نیستیم. دو خواستم بگم درباره همین حضرت فاطمه هم بالاخره اون وسط رو بگیریم که شما گفتید. حالا بالاخره اگرم ته تهش اگرم چیزی بوده در حد حرف بوده دیگه، حرف که کسی رو نکشته، ته تهش رو دارم میگم. بله من همیشه گفتم برادر عزیز، یعنی حضرت علی خودش رو بگیم مثلا بله. عمر و ابوبکر بعدن، نه شما به ما بگین مشتک و اینا بله. رافضی و اینا، واقعا به من بر میخوره خودش، دروغ هم نمیگم. نه کسی، من بارها گفتم برادر عزیز، من بارها گفتم آن شیعه موحدی که به الله و رسول ایمان داره و شرک نمیورزه برای من عزیزتر و بهتر از آن برادر تنی سنی من هست که به الله شرک میبرزه. بارها گفتم لطف دارین شما، ولی استاد به خدا شرک هم یه خورده بیاییم پایین، شرک هم اینجوری نیست. من انشالله اگر در مورد در برنامه آینده اگر خواستید تماس بگیرید در مورد شرک و اینکه مفهوم شرک در قرآن چی است و چه اعمالی سبب شرک میشه، میشه که گفتگوی آزادی داشته باشیم، چون وقت برنامه الان به پایان رسید. زنده باشید. خدا نگهدار شما. مرسی. خدا نگهدار. بحث برنامه کاملا به پایان رسید، تا فرصت بعد و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در برنامه آن روی سکه همراه خواهیم بود. همه تان رو به پروردگار متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.